خب نشانه هایی که شما گفتین در کودک 4 ساله میتونه نشان دهنده وسواس باشه، اما چیزی که بسیار مهمه اینه که در کودکان برای تشخیص بیماری وسواس یا اختلال وسواس حضور نشانه ها به تنهایی کفایت نمیکنه، بلکه ماندگاری نشانه ها در یک بازی 1 ساله هم مد نظر هست و باید این نشانه ها به صورت مداوم در کودک دیده بشه. و از طرف دیگه مداخله در این نشانه ها، یعنی اگر اطرافیان و خانواده سعی بکنن اون تلاش هایی رو که کودک برای منظم کردن اسباب بازی هاش یا نشان دادن در واقع یک نظم خاص داره انجام میده، اگر اطرافیان در اون شیوه فکری کودک مداخله ای رو بخوان ایجاد بکنن، حتما باید با برهم خوردن خلق، ایجاد اضطراب و تنش در کودک همراه باشه. در مجموع یادتون باشه که از اونجایی که در این سن، یعنی در 4 سالگی 5 سالگی شخصیت کودکان و اون طرحواره‌ها و تفکرات درونی و ارزش‌های بنیادین کودکان در حال شکل گیریه، زمانی که شما یک رفتاری رو در کودکتون می‌بینید که یک رفتار وسواس‌گونه است و از نرم خارج شده و عموما در همسن و سال‌های دیگه این رفتار دیده نمیشه، بهتره که حتما با یک متخصص کودک مشورت بکنید و یک متخصص روان درمان گر کودکان کودک شما رو ویزیت بکنه، مصاحبه بالینی ازش به عمل بیاره که اگر این عوامل درش وجود داره، بلافاصله ریشه هایی که باعث ایجاد این وسواس شده در کودک شما پیدا بشه و رفع بشه. باید یادتون باشه که در این سن فقط 2 عامل میتونه باعث ایجاد وسواس در کودک شما باشه. اول حضور عوامل ژنتیک، یعنی در بستری خانوادگی شما یا همسرتون باید حتما یک در واقع بستری ژنتیکی وسواس وجود داشته باشه، و دوم استراب و محیط پر استراب و استرسا که کودک درش داره رشد میکنه، یعنی محیط اطراف و رفتار والدین باید باهاش دچار ایراد باشه. در غیر این صورت در واقع در این سن عموما کمتر دیده میشه که وسواس شکل بگیره. پس در نتیجه توصیه من به شما اینه که از اونجایی که کودک شما در سن خطرناکی برای رشد روانش قرار داره، به هیچ وجه این مسائل رو پشت گوش نندازین و حتما با یک متخصص مشورت کنید.